و باز در یکی از همین روزهای خدا به خانه خانم شقایق دهقان رفتیم که او مهربان بود و گشاده رو. آقای میرم، یه لحظه صبر کنید، اینجا نمیشه صدا گرفت. میگیم چی میگیریم آقا؟ صدای فرز داریم. عزیز دلم، آقای یوسفی، ما که نمیتونیم به مردم میگیم خونشون عوض کن. ما داریم میریم خونه مردم. یه ساعت حد اقل میمونیم این فرزا نباشه. این صدا، من دفعه بعد اومدم، یعنی دفعه قبل اومدم بازبینی، از اول بوده، این تا صبح هست، نمیتونیم کاری بکنیم. نمیدونم خدا تو فقط تو نباشه. زنگ چند رو زدی؟ زنگ طبقه 4. دویه؟ نه نه، خانم شکر، عزیزم من با ایشون صحبت کردم. من خودم اومدم بازبین. بله، سلام علیکم. بله اومدیم، بچه بریم بریم طبقه 4. ما اومدیم زنگ زدی؟ بابا صدا رو تو فیلم بکن بگو برسیم. این چه میریم بالا؟ کجا به تمکه ما کارگردانی یه اونم از خدا خواهدشون کردیم این دوله رفتیم اینه سلام خیلی مهرب جان، خوبی؟ درو برو شما برو آب میخوایی برای بیم؟ آره نه اون روز مهراب قاسم خانی، اخوی پیمان قاسم خانی، همسر خانم دهقان هم حضور داشت. اومده یعنی فکر کنم این دفعه هم رفتم با کشون خیلی رو رای باشیم. بفرمایید. آه، مرسی. قربونت. دست شما نکنم. کم بود برم بازم بیارم. نه، شما مال منه. ولی مهر یه چیز دیگه هم در مورد من و مهراب وجود داره که ما از خونه بیرون نمیریم. یعنی فقط واسه که آره، واسه چیزای ضروری بگم نه که. آره، چیز ضروری هم معمولا وجود نداره واسه. ما خونه اولی که ازدواج کردیم، اول خونه که رفتیم پارکینگ نداشت، ماشینمونو میذاشتیم تو کوچه. بعد یه بار 3 روز پشت سر هم ما از خونه نیومدیم بیرون، من و مهراب. بعدش گفتن اگه ماشینمونو دزد برده باشه بگیم دیروز برده. سه روز کی برده؟ یعنی دم در نرفتیم مثلا آشغال بذاریم حتی که خب اصلا ماشینمون هست یا نیست. چرا خونهمونو دوست داریم؟ یعنی مهراب تنبله؟ نه، منم هستم. یعنی آشغالات رو نذاشتیم تو کوچه؟ نه دیگه، نه. من همه یک کار میکنم. میرم قبول کنم. باشه قبول میکنم. من زود قانه میشه. منوی غذای خانم شقایق دهقان برای امشب: زرشک پلو با مرغ با سس پرتقال. زلشک من نمیدونم کسی که زرشک پلو میخوره مرغی یا که با زرشک پلو سرو میکنن یا دوستم میخورن اگه تیستش شیرین باشه
چه اتفاقی میفته؟ زرش برو با مرغ و تاله خوردم، ولی سس پرتقال رو نه، نمیدونم حالا میکس اینا با هم دیگه چی میشه، ولی خب همیشه تجربه جدید به نظرم جذاب و خوبه. بعد پلوش خوب قد کشیده باشه، مرغش بوی مرغ نده، خوب پخته باشه، در این حال له نشده باشه. سس پرتقال هم پرتقالش به هر حال، حالا نمیدونیم سس پرتقال آماده است یا خودشون زحمت کشیدن درست کردن، اگه آماده است پرتقالش پرتقال خوبی باشه. من پرتقال بمو خیلی دوست دارم، اگه اون باشه خب خیلی بهتره. بعد اون سس پرتقال چه مزه‌ای داره، شیرین، ترش، ملسه، خب خیلی مهمه. بعدم اصولا زرش پلو با مرغ سس روش نمیدم، یعنی من تا حالا ندیدم که زرش پلو با مثلا مرغی که سس شیرینه سرویشال شدم خوشمزه بشه. ماست و سالاد. ماست، من ماست ترش دوست ندارم، خیلی شیرینم دوست ندارم، یه ذره سفارشه بیشتر دوست دارم. سالادم بستگی داره سالادش چی باشه، ننوشته سالاد شیرازیه، سالاد فصله، چه سالادیه؟ سالاد شقایق میدونم خیلی خوشمزه میشه، چون من و مهراب سالاد خوریم زیاد هر دفعه. حالا سالادش نمیدونم چیه، امیدوارم که یه سالاد هیجان انگیز خوب باشه، چون من سالاد خیلی دوست دارم. ماستم امیدوارم کم چرب باشه. بعد دسر کرم ژله. ژله خوردم ولی کرم ژله تا حالا نخوردم، اونم باید خوب باشه. کرم ژله، ولی کرم ژله هم ممکن مامانش درست کنه، مامانش خیلی کرم ژله نمیذاره. این موجود تا حالا نخوردم، ژله خوردم، کرم هم خوردم، کرم ژله نمیدونم چیه. میدونی من غذاهایی که درست میکنم همه میگن غذات خوشمزه است، دستپختت خوبه، ولی یه چیزای ریزی احتیاج داره، یا اگه بخوای مثلا غذای رسمی درست بکنی شکل و قیافش اگر بخواد خوب باشه، من واقعا احتیاج به مشورت دارم. خب اشکال نداره؟ نه وای من خیلی استرس دارم، ببخش، خیلی استرس. زنگ بزنم؟ بزن. ببخشید. و ما صبر کردیم تا مادر خانم دهقان گوشی را بردارند. احتمالاً این یک برنامه از پیش تعیین شده بود، ولی با این همه مادر دیر گوشی را برداشتند. الو ماما سلام، چطوری؟ خوبی؟ خورده؟ ببین من زرش پلو بخوام درست بکنم، خب بعد چیکار کنم که خیلی یکم خوب شه و اینا، اگه یعنی مهمون رسمی داشته باشن؟ خب معمولاً یه کمی شکر بهش میزنم که ملاحظ بشه تعمه. آه شکر بزنم بهش. خب اضافه خیلی لازه خوشیدم مثلا رنده کرده یادشو رنده بکنی کلایی سرخ. خب با زرش که قاطی بکنم؟ با زرش که قاطی بکنی. آها آها دو تا مثلا برای سه نفر غیر از خودم، یعنی چهار نفر. آها شکر. آها خب با غیر از مرغ با چی درست کنم؟ با رون درست کنم. خب الان مثلا یکی سینه دوست داشته باشه چی، هم رون و سینه بزن دوتاشو بذارم. با فیله خیلی ها با درست. با فیله ما. باش مرسی ماما. پسرت چی تعریف میکنه؟ پسرم هنوز ندیدم. آره نه مشغوله کارم. سلام برسونی. سلام برسونی. ماما آقای بیرنگ سلام میرسونن. آقای بیژن بیرنگ سلام میرسونن. اومده ماما سلام میرسونه مامانم. باش. 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 قربونه. نمیخواست از اونجا بیاد. خوش گذشته بوده بهش. حالا میارمش دوباره. مرسی ماما. خداحافظ. حل شد؟ فکر کنم یکم آره. این کاسه هست. این کاسه هست. باید چهار تا پیمونه برنج بذارم که برای چهار نفر. برنج داری؟ بله برنج دارم.
این از مرغ ها. یه چیزی بگم شقایق جان، ولی من کم کم دارم مضطرب میشم. تو ما داریم مضطرب میشیم برای چی؟ که میپزه میرسه غذای میرسه. خب میدونین چرا من فکر کردم که زرش پلو با مرغ درست کنم؟ برای اینکه یکی از ویژگی هایی که مرغ داره اینه که خیلی سریع تر از گوشت قرمز میپزه، یکیش اینه، و مثل خیلی غذاهای دیگه مثل خورشتایی که باید جا بیفته نیست، برای همین میرسه دیگه. نه درسته که خودم همیشه استرس دارم و خودم استراب دارم و اینا، ولی یه تیم آدم هایی هستن که همیشه اطرافم هستن بهم کمک میکنن، از جمله مامانم، خواهرم، یه دوست خیلی خوبی که دارم، اینا همیشه خدا رو شکر به موقع به داده من میرسن. شوهر تو یادت رفت؟ تو خیلی به من کمک میکنی. نه کمک میکنم؟ نه خیلی. الان چی میخوای مهرام؟ نه نه برو بیرون به خدا. الان به جیم تو درست نمیکنم الان برات. برو بیرون. یه مادر واقعا که بیا. خب به من کمک کن. در کجا داری میری؟ بخوابی میبینین تو رو خدا؟ خدا بهت احتیاج داره. برو یا کمک نمی کنه هیچی. بد میگه واسه منم نسکافه درست کنیم واسه. خیلی چیزه، هم مسئولیت پذیر، هم خیلی وقت شناس و خیلی مهرم. نسکافه درست میکنم برای تو. گفتم درست نکنم، بذار همجا الان چیز میکنم، آب میذارم. نه نه میذارم آب جوش اومد بعد چیز میکنم، درست میکنم میارم برات. پس در این لحظه ما باید آب بذاریم جوش بیاد، برای شوهرمون نسکافه درست کنیم. من حالا میگم که مهراب اذیت میکنه، کمک نمیکنه، کاراشو من باید بکنم، ولی واقعا الان دارم برش نسکافه درست میکنم. ولی واقعا اومده بود بهت کمک کنه ها. نه اومده بود نسکافه درست کنه بره. نذاشته که حرفشو بزنه. نه بابا اومده بود نسکافه درست کنه. گفت به خدا، گفت بخواد کمک کنه بره. نه بابا مهراب آخه مهراب کمک نمیکنه. مهراب همیشه کمک. ولی اصلا مهراب ایوان همیشه نه. کمک. من تا یه مهراب ندیدم کمک نکنه. مهراب کمک میکنه؟ بله. میخواید امتحان کنیم بیاد کمک کنه؟ آره. اگه تونستین مهرابو بیارین که مهراب بیاد به من کمک کنه. من جایزه میدم به شما. مهراب یه مسئله پیدا کرد. آقا مهراب بودو. من از توی یخچال یه چیزی بودو. بودو. بودو 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 بودو. واقعا بودو. برو اونجا. میگه نیومده بود. میگه که یعنی بهم کمک نمیکنه. الان مهراب میاد کنارت، هر کاری که بگی برات میکنه. تگوشو. واقعا میخوای این کارو بکنی؟ دست درد نکنه. ببین کره ها رو بعد ریز ریز اینجوری ببری، بذاری رو مرغا، مرغا رو با کره سرخ کنی. البته اگه کار خاصی این کارو بکنی اول زیر گازو روشن کن، چون برای غذا پختن گازو روشن میکنن. اول. روشن نکردی من؟ خیلی. چقدر ریز ریز؟ همش یه مرغ قرار بود سرخ بشه، اونم میگه که مهراب بکنه. خب مهراب بکنه. بیا مهراب بیا برو. نه مهراب وا میسی تا آخر. الان اینجا یه ماجرایی که باید مشخص بشه که کی کیه. آه زرشکام زرشکام باید چیز کنم. زرشکام میشه؟ آره میشه. مهراب بس کره نزن. وا خوب نیست غذا، چرا خوب نیست؟ خب بس باید با چی سرخ شه مهراب نزنه؟ آره نه زیاد میزنه مهراب و ولشکاری تمام غذاها رو برمیداره خامه و کره میزنه بهشون. خب غذا بدون خامه و کره که بد مزن. یه چیزی بگم خیلی داره چیز میشه، به نظر میاد که مهراب مظلوم و ایناست. نه واقعا؟ من واقعا فکر میکنم مظلومه. نه مهراب چه جوری مظلومه؟ آتیش باشه. کم باشه. کم باشه ولی همونو هی دوباره با چیز کنه که یعنی هم بزن که سوشه. با چیز با چیزش کنه؟ نه با کفگیره هم بزن زیر و روشو کنه که هر دو طرفش. آره یه چیز جالب راجب زرش میخواستم بهتون بگم. راجب مهرافه کردم میخوای بگی. چیز جالب راجب من وجود نداره، ولی من الان یه چیز رو کشف کردم. چی؟ اینکه
بگین بعد من یه چیزی بگم. من اینو میخوام از مهراب بپرسم. مهراب به نظرم آدم خانمی که اینقدر حرف میزنه دیگه احتیاج به حرف زدن نداره که. فقط کافیه دوتا گوش شنوا داشته باشه. نه احتیاج داشته باشم وقتشو ندارم. ولی الان یه چیزی بهتون بگم، من دوباره استرس گرفتم سر چی مال نگران مهرابم. فکر میدونم که اصلا جای دوربین خیلی راحت نیست. الان چیزم فقط الان اومده پیش من یکم. یه دقیقه برگه تو رو ببینم. شما اصلا تو این قیافه یه ذره استراب میبینید؟ نه استراب نمیبینم ولی چه نداره دیگه. تمام آرامش من تمام آرامش دنیا رو نده بهش. من میخوام بذاریم بره. نه میدونی اگه این آدم دوربین اذیتش نمیکرد نویسنده نمیشد. نویسنده ها به نظرم خیلی بهترین بازیگر جهان باشن. نه قول بدم نویسنده ها خیلی دوست دارن که پشت صحنه باشن، پشت پرده باشن، یعنی بیشتر با اثرشون شناخته بشن. خیلی از نویسنده های خیلی بزرگ رو میشناسین که اصلا دوست ندارن مصاحبه بکنن، حتی دوست ندارن خیلی شناخته بشن، دوست ندارن خیلی از زندگی خصوصیشون رو سر در بیارن. فکر میکنم که این که از ویژگی های نویسنده هاست واقعا. کمتر نویسنده رو میبینین که خیلی علاقه داشته باشه به اینکه بخواد خودشو نشون بده یا خودشو مطرح بکنه تو اجتماع. بنظرم اینجوریه. در مرغ نسوزه. من اینطور شنیدم که یک زرش چی میشه؟ زرش جزوه؟ زرش جزوه چی هست؟ جزوه میوه‌جات که نیستش که دونه هست زرش؟ زرش فرباد زرش که چیه؟ زرش میوه میوه، زرش میوه هست و مثل این که فقط توی ایران این میوه وجود داره. هیچ جای دنیا شما نمیبینید که زرش وجود داشته باشه. فقط توی ایران زرشک هست و غذاشون رو با زرشک درست میکنه. اصلا چیزی به این اسم توی فرهنگ دیگه وجود نداره. بعدم که چیزی که میدونم اینه که زرشک و زرشک پلو رو در حقیقت طرز پختنش رو توی جاهای مختلف کشورمون با همدیگه فرق میکنه. توی شهرهای مختلف مثلا بعضیا خیلی زیاد شیرین درست میکنن، جوری که مثلا مربا میشه. بعضی هم هستن مثل اینکه مثلا طرف شمال و اینا که اصلا همه غذاهاشون رو ترش درست میکنن، زرش پلوشون هم زرشکار در حقیقت ترش درست میکنن. این هم از زرشک. بسیار توضیح چیزی بود. مبسوط با من حرف زدیم. من این جلز و ولز اینا نمیذاره بشنوم. ولی ما جلز و ولز که میشنویم احساس خوبی پیدا میشنم. خیلی بهش میگن احساس خوبه. این یکی از بهترین قسمت های غذاست به نظر من. این صدای خیلی صدای خوبیه، خیلی حس خوبی با آدم ده. بعد من اصلا غذا پختن رو خیلی دوست دارم، یعنی غذا پختن برای خانواده هم خیلی دوست دارم. وقتی غذا تو خونم هست احساس امنیت میکنم. چقدر من با چه چیزایی احساس امنیت میکنم؟ آره همش صحبت امنیته. نه آره راست بگیم، شاید یکی اگر که خیلی راجع به یه چیزی حرف میزنم شاید تو هم قضیه چیز داره، نقطه ضعف داره. نه دلیل نمیشه. قرار نیست روان کابی کنیم هم دیگر رو. این حرفتون منطقیه. سرخ شد دیگه راجبش. نه این حالا حالا ها هست. خواستم ببینم که راجب چی صحبت بکنم دیگه. اینم که برای اینکه برنج هم گذاشتم که خیس بخوره، زرشک هم گذاشتم خیس بخوره، اونم که حالا طول میکشه تا سرخ شه دیگه. همین یه چای بدم بهتون؟ متشکرم. مهراب نسکافه. میدونی چی میگی؟ میگه لابد خودم باید بیام ببرمش. خب قاعدتا خود یک مرد هیچ موقع نباید نسکافه شو خودش بیاد ببره، مگر اینکه مجبور بشه. مجبور بشه. این عاشقانه ترین نسکافیه که ما دیدیم. چون طول آشپزی ما در مورد مهراب صحبت کردیم. من یه چیزی رو بگم، اگه مردم طرز پختن، یعنی بیننده های ما طرز پختن زرش پلو رو یاد نگرفته باشن، طرز رفتار با مهراب رو یاد گرفتن.
یعنی اونایی که هر کسی که خونش محراب داره میتونه بعد فکر کنه ببینه که چجوری میشه کرفسو کاری بکنه که بهش بده بخوره. نه بابا اینا به خدا خیلی خوب بود، جذاب بود. سعی کردم که خیلی اون قسمت ماجرا رو که خیلی گفتم به تو، ما زن و شوهر لوس نونوری هستیم، سعی کردم خیلی اینجوری به نظر نیام نشود، واسه میگم خیلی باحالیم و اینا. باور کنین که تو هر خونه یه محراب هست، حالا شاید با اسم. نه واقعا؟ بله. شما خودتون محرابین یا اون طرف؟ من از اون محرابای عجب غریب بودم. واقعا؟ بله. بسیار محراب مهربان بودم. آره نه. بسیار محراب کمکار بودم. خب بسیار محراب، اصلا یه کاری میکردم که واقعا دست به چی نخوره بیفته بشکنه. یه بار خیلی جالب بود، من داشتم همجوری غر میزدم، بعد داشتم گفتم که محراب اینجوریه اونجوریه کار نمیکنه بیخیاله فلانه، بعد پریا دختر بهار پیما خیلی محراب و دوست داره، عموشو خیلی دوست داره، بعد من گفتم خب همینش باحاله دیگه. آره خب فقط قانع شدم دیدم راست میگه. سر من آب پرتقال هم در بیارم، آب برنج هم بذارم توش بیاد. دیر نشده ها؟ نه دیر نشده. نه دیر نشده. بهار چی میگفت؟ بهار میگفت که نمیدونم چی میگفت، یه دعایی داشت میگفت خدایا به وقت من برکت بده. درسته، هیچ چیز خوبی بلد. یه چیز جالب میخواستم بهتون بگم، اونم این که من وقتی یه غذایی رو درست میکنم، مثلا یه مهمونی دارم که میشناسمش، سعی میکنم که غذایی رو درست بکنم که اون دوست داشته باشه، خیلی برام مهمه. بعدم غذاها خیلی وقتا من رو یاد یه کسایی میندازه، مثلا من موقعی که دبیرستانی بودم یه دوستی داشتم تو دبیرستان که میگفت بهترین غذای دنیا کوکو سبزی با نون بربریه. من هنوزم وقتی غذا درست میکنم، کوکو سبزی درست میکنم، هر وقت کوکو سبزی درست میکنم یاد اون دوستم میافتم. بذاری من این چیزها رو فقط بندازم توی، میترسم دیر شه. دوتا چوب دارچینه باید بندازم. من آب پرتقال هم بریزم؟ بریزی؟ بله. این جریان ریختن آب پرتقال چیه؟ این راستش من خودم هم دقیق نمیدونستم، ولی یکی از دوستان گفتش که ما در حقیقت مثل این که این زرش پلو ساده شده مرصع پلوه، یعنی که مرصع پلوه بوده که حالا خلال بادوم و پسته و زرشک و خلال نارنج و پرتقال و این ماجراها رو داشته توش، حالا به جای اون خلال پرتقال آب پرتقال اضافه میکنیم، خیلی هم به نظرم خوشمزه میشه. خب این که هنوز جوش نیومده. نیومده. اصلا نگران نباشیم، این الان جوش میاد. اگه اصلا ما نگران بشیم برای باختنشون. نه عمرا نگران نمیشیم. نه نمیشیم؟ نه. خب این هم زرشگامون، من شکرم به این میزنم که بذاریم که درست شه. این همینجوری که بهتون گفتم، من خودم چیزو زرشکم رو شیرین میکنم، دوست دارم که شیرین باشه. درسته، ولی بعضی هم هستن ترش درست میکنن دیگه. درسته. مهراب همه کره ها رو ریخت تو مرغه. عوضش خوشمزه میشه. بله خیلی زیاد. آذری ها چرب و چیلی دوست دارم. واقعا اینجوریه؟ مال آذری بودنشه؟ بله. فکر کنیم مهراب یه آذریه که ماه آذر هم متولد شده. واه. دو تا آذره. ولی واقعا مهراب همیشه میگه که ما یه ترکیب جدیدی رو به وجود آوردیم، برای که من بختیاریم، من خودم لورم، لور بختیاریم، بعد میگه بچه ما یه ترکیبی از لور و ترکه. خب نمیذارم اینجا، این هنوز خوب نیست، جوش نیومد. زعفرونم، زعفرونم هم آباد آب بذارم جوش بیاد یکم دیگه. چیه؟ زعفرونه ریختم تو که توش زعفرون خوب آب جوش بریزم، یخ بریزم توش. یخ؟ آره
یخ چیز میشه. یخ تو زعفرون میریزیم؟ بله، باعث میشه که خوش رنگ بشه. البته واسه اون کار وقت لیوانم کوچیکه. بعد یه لیوان دیگه بردارم، مثلا این رو بردارم. آره به خاطر رنگش. آب جوش دیده بودم میریزن. آب جوش هم میریزن ولی یخم من تازه شنیدم. اینم جز به اون ترفنداییه که تأثیر داره؟ رنگش که بد نشد. نه قرمز میشه، یعنی اگه اون یکم به زردی میزنه این باعث میشه که قرمز. مهمون نمیخوای؟ سلام مامان، کجا بودی؟ بریم کجا؟ دوربین رو دیدی؟ آقای بیرنگ رو دیدی؟ سلام کن. سلام مامان. سلام. اسمش چیه؟ اسمتو بگو. آقا نویان. تو لباسش چیه؟ من باید ترجمه کنم. بلند بگو داد بزن. دایزانور چیه؟ این لباسات چیه؟ بگو دایزانور چیه؟ خطرناکه؟ نه بلند بگو. خطرناکه. چقدر خطرناکه؟ خطرناکه. تو خطرناکتری یا دایزانور شو؟ کدوم تو خطرناکی؟ بگو چراغ چی میشه؟ این شعر خودش گفته، یکم بلند بگو. چراغ به ستاره تغییر میره. میخوای بریم مامان کارشو بکنه؟ آره. آره. تو فنگو برون بگو. گذی تو فنگو. خب بده بشه. بخوای تو فنگو بگیری از بگو بابا دوربین هم برام بخر. خدا فیزی کن مامانه. بگو ما رفتیم بازی کنیم. خدا فیز. خدا فیز. خدا فیز. چی کار کنم؟ هیچی موازه نیست. ولش کن. نه یه دقیقه بذاری من اینم بریزم اون تو. شقیق. برنجم بدش کن. نه یه لفت قصد برنجم نزم. پیازامو خورد بکنم بعد دوباره چیز کنم. چیکار کنم؟ پیازو ولش. خب از زرشکم چیکار کنم؟ همه چی مونده. زرشکم ولش کن. نه دیگه زرشکم بذاریم لقد زرش رو روشن کنم. خواهش میکنم بذاریم. خب از چیکار کنم؟ یه دقیقه واسا. میشه ازت خواهش کنم بشینی؟ باشه. اعتماد کن. باشه. از چی نگرانی؟ غذا حاضر نیست دیگه. از این که تو مسابقه ببازی؟ نه باختم مهم نیست ولی به هر حال دارم خیر. غذا حاضر نیست نگرانم. اما مسابقه مهم نیست. خیلی ها به ما میگن که بفرمید شما ایرونی یعنی چی؟ یعنی چی؟ شام باختم مسابقه هست؟ شام باختن مسابقه نیستم. مهمون نوازی مسابقه هست؟ نه عمل نه برمونم مهمون نوازی مسابقه نیست. نه. یه شام ایرونی چیه به نظر؟ شام ایرونی فکر میکنم واقعا که آدم رو دور هم دیگه جمع شن، بگن، بخندن، با هم دیگه آشنا شن، حرف بزنن، خوش بگذرنن. نه اگه مسابقه باشه که خیلی بده. بله یعنی نشون دادن قدرت ها، توانایی ها. بله یعنی که سفرمون خیلی رنگین باشه، مهمون نوازیمون خیلی باشکوه باشه. این شام ایرونی؟ نه
نباید باشه. چون شاید باشن کسی که اینجوری فکر میکنن، ولی واقعا اینجوری نیست، نباید باشه. چاشنی غذا چیه؟ چاشنی غذا عشق. چاشنی مهمون نوازی چیه؟ عشق. چاشنی زندگی چیه؟ عشق. عشق. امشب حتما شقایق دهخان آشپزیش را طور دیگری ادامه می دهد، با مفهوم عشق، که وقتی عشق همه لحظه لحظه ها و ذره ذره های وجود من را پر کند، آن وقت هیچ نگرانی باقی نمی ماند. و باز وقتی طبق معمول شب شد، مهمان ها آمدن. اول خانم لادن طباطبایی و اتفاقا به دنبال او خانم سحر زکریا که پشت در حیران مثل ما ماندن. داشتم فکر میکردم که کدوم طبقه است میدونی؟ ببین منم خونه مامانشینا اومدم، اینجا رو نمیدونم. خب میخوای یه زنگی رو آردم جوی بخور بزنم؟ اشتباه سلام علیکم. ای خواهدشه بفرمی بخش نه بابا خواهش خواهش راجب این که همکف کدوم طبقه میشه، طبقه اول کدوم طبقه است، با لادن با هم دیگه بحث کردیم، ولی خب من فهمیدم که اشتباه کردم دیگه، این لادن هم که آبروم برد. کجا موندن اینا؟ قول میدم رفتن طبقه بالا. همکاری که من دفعه شما کردیم؟ معلومه. چرا با شبیه کسی هستی که طبقه سوم زندگی میکنن داخل؟ بیشتر چهار بار. شما شوهر من نشناختی واقعا. مامان شدی خوبه، مامان شده آره خیلی چه که اصلا من یه لشکر آدم هستن کمکم کنم به نظر همیشه بچه شون نیست بیشتر من. خب از ما اگه خواستیم بچه تو بینیم قبلا وقت بگیم. نه مثلا من بعضی وقتا دوستان میگن سخته، چجوری میگم از من نپرسین واقعا، ولی خیلی سخت سختشو نفهمیدم. پس خوبه، حس خوبی داره. آره خیلی
خیلی. آره میتونی از بهار و لادن بیشتر سوال کنی. آره. مال ما قنیه. نه مال تو نوتری دارم. هیجان داره. بعد آدم بعضی رو اصلا باورش نمیشه که مثلا این مامان شدن. خودم هنوز باورم نمیشه. خودم هنوز یه موقعی تو خونه میگم این کیه؟ هرچی بزرگتر میشه بدتر. من یه وقتا مثلا به پنجره گذاشته اینجا نگاه میکنم. وقتی نصف شب دارت میکنه میگه مامان مامان بچه بنده بده. تو دوست نداری بچه خیلی دیگه من. نه چرا من بچه بچه دیگر خودم رو خیلی دوستم بچه دیگر رو نه اون وقت شما چند تا بچه دید؟ من دوتا. آره ولی خیلی جالبه چون بعضی هستن که کلن همه بچه ها رو دوست دارن. خب آره واقعا مثل تو. ولی بعضی هستن که بچه های خودشون رو دوست دارن خیلی. حالا مثلا بچه های دیگه برشون مهم است. حالا برای من واقعا شخصیت بچه ها اندازه آدم بزرگا مهمه. واقعا من تو هر بچه شخصیت. ولی مثلا من یه موقعی با دوستایی که بچه داشتن رابطه هم قطع میکنم. گفتم بابا چیه؟ اصلا به هر حال آدم اون زندگیه. خب این طبیعیه البته. آدم تو خودش بچه نداره. ولی خب الان دوست داری آره شیرینه به هر حال اینکه یه کسی از وجود توه میدونی یه اصلا مهمه به نظر من خصوصا واسه زنی که کار هنری میکنه مادر شدن انگار یه مرحله میبره ازش من همیشه مثلا یه چیزی که راجع مادر شدن میگم به نظرم واقعا اینجوری حتما همتون هم تجربه داشتین اینه که مثلا احساس میکنم که وقتی شما یه رابطه رو شروع میکنی همش اولش هیجان داری تازگی داری بعد از یه مدت ممکنه هی رابطه هی یواش یواش دقیقاً همینطوره ولی اصلا بچه داشتن یه جوریه که تو فکر کنی هر لحظه همون تازگی داری و هر لحظه با اون آدم این اون بخشی از خلقته که شماها هرگز تجربهش نمی‌کنید. چرا بابا دیگه آقایونم مجبوره اصلا این حس نیست این در واقع اون تجربه شبیه خلقتو که خودش میدونسته به ما اعطا کرده به عنوان زن و اینکه خب من دوستای نویسنده شاعر نقاش اینا خیلی زیاد دارم همشون معتقدن که مادر شدن در واقع یه لایه خیلی عجیبی رو به وجود زن هنرمند اضافه میکنه یا شاید به یه تعبیر دیگه یه حجاب مهمی رو از وجودش بر میداره و خیلی فوق‌العاده است. من که اگه تو این سالا درگیر ادامه تحصیل و درس تو رشته مختلف و من کار و همه این چیزا نبودم شاید تا حالا 6-7 بچه آورده بودم. خیلی دوست دارم مخصوصا دختر بچه به نظر من اصلا موجود رویایی. چند سالشونه؟ کوچیکر میگم بزرگر نمیگم. چرا؟ به خاطر اینکه چشم میخورم. من اسفند دود میکنم. فایده نداره. دوتا دود میکنم. ست نمیشه. چارت؟ والا نمیشه اصرار نکنیم. هر دفعه گفتم بچه بزرگم چند سالشه چش خوردم نمیگم محاله. خدا خیلی دنیا رو بستم میگیره من تنها. خب کوچیکه چند سال؟ 6 سالشه. بزرگه؟ نمیگم. من خانومی رو میشناسم که عمه بچه ایه که به خاطر اون بچه بچه دار نشده و مونده بچه بردرش بزرگ کرده. نه نه اصلا نه 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 چرا آب تلی میخوای بیارم؟ چیز خونه هست؟ آب تلی میتوستم ولی خب میفتی تو زحمت. نه برم چای بیارم. برم آب طلبی بیارم. بچه شما چی میخوریم؟ چایی؟ آب طلبی؟ نسکافه؟ یه جوری من فکر کردم که چیزه نمیخواد از جمع شما دور شه. آره منم همین حسو کردم. شقایق یادش رفت چای بیاره. بعدم که رفت چای رو بیاره نمیدونم چرا یهو وسط راه پشیمون شد. شقایق از اون چای سبزت داری که چی داشت؟ یاسمن داشت. از چی؟ نقشش رو شزیر گذارم اینه این خانومه اومده این خانومه منشی اسمش چیه؟ خانومه شیزا. من گفتم میرم براتون نوشیدنی میارم بعد گند زدم برای اینکه اونا داشتن صحبت میکردم من عجله داشتم دوباره برگردم باهاشون صحبت بکنم جا نمونم از صحبت که یادم رفت بعد دیگه دوباره بهشون گفتم چیزی میخوایم براتون بیارم اونا هم گفتن نه. نه من مجبور چایی ولی روایتون همش میگه چای میریزم الان میریزم سرجو میریزم بخوام چایی سرجو بخوام امتیازت کم نشه الان میرم راجبه هیچی صحبت من دوست ندارم ببرم یه جور دلش نمیومد که بره دنبال این کارا میخواست بشینه صحبت کنه به هر حال ولی آخرش هم یه چایی ما نخوردیم
پیام تو آغاز میکنیم، به قصد آنکه دلهایمان به هم نزدیکتر شود و در سراچه آن زمزمه مهر جاری گردد. در قاب این ضیافت ساده و صمیمی، خدایا دوستی ها را برجسته میسازی تا کینه ها یک سر از وجود من خارج شود. و حالا با یاد همه خوبی ها که به ما هدیه داده ای لب به طعام می گشایی. با ترنم شکر خدایا. واقعا تصمیم نداشتم، یعنی میخواستم زرشت خالی بزنم بعد هی چیزایی اضافه شد. خیلی مواجه کف گیر بچه ببخشید من اول میکشم. وقتی شنیدم و خوندم که مثلا زرشک پلو با مرغ، گفتم خب حالا چرا زرشک پلو با مرغ؟ چون شاید این جزو عادی ترین غذاهای ایرانی باشه و فکر کردم که مثلا برای همچین جمعی و یه همچین شبی آدم باید یه غذای خاص‌تر حالا درست کنه. ولی زرشک پلو با مرغش واقعا فرق داشت با زرشک پلو با مرغای دیگه و خیلی زشته که یک خانم با شخصیت وقتی راجع به غذا حرف میزنه اینجوری چشاش برق بزنه، ولی خیلی خوشمزه بود. بچه سالادو چجوری؟ تو بدم نه. خوش به حالت که میتونی الان سالاد عمل کنی. شام عالی بود، یعنی خیلی خوشمزه بود. یعنی من مدت ها بود مرغ به این خوشمزگی نخورده بودم. اون برنج با مخلفات روش خیلی برنده است دیگه، فکر کنم بازنده است که نه، میتونه برنده باشه. میتونه؟ چون من که اصلا خودم ناامید شدم. من فکر کنم خیلی کم برنج میخورم. شبا که اصلا برنج نمیخورم، ولی غذای شبایی که انقدر خوشمزه بود اصلا نمیدونم چه جوری من اون همه برنج خورم. بعدش هم از وجدان گرفتم، ولی خب خیلی غذاش خوشمزه بود، خیلی میزش قشنگ بود، رنگامیزی میزش خوب بود، غذاش خوب بود و خودش هم که مثل همیشه دوست داشتن. ما برای اینکه شام پر هیجان و پر چالشی داشته باشیم، از جمع خواستیم که به موضوع مهمی که به نظر ما میتونه بخشی از نیاز یک فرد باشه برای بازیگر شدن بپردازند، به موضوع میل به دیده شدن. داشتم من خوردم. خیلی با من دوست. با یه آقای اومدم، آقای راننده آژانس. بعد دیگه از دم خونمو شروع کرد راجبه اینکه این دختر اونه، اون پسر اینه، این زن اینه، اون شوهر اینه، این از این جدا شده، اون چقدر همکارامونو عزم. آره که این چقدر پول میگرفه. بعد من همه رو برش توضیح دادم. تو خوش اخلاق پرسید ازت. آره یعنی اطلاعات میخواست. آره در من که چه فلان. بعد من آخه میدونی من همه رو واقعا جواب میدم، یعنی که حسنه دارم به جواب میدم. من اطلاعی ندارم، هر چی بگم میگم من اطلاعی ندارم. مثلا حتی اگه این خانم از اون آقای جدا شده بدونی که جدا نشده هم میگه اطلاع ندارم. معمولا نه، اینجور مواقع میگم این حرفا شایعه. یه شایعه هم در مورد من تو وجود داره که جالی میشوندی اونو. آقای فکرشو حالا جاری بودن خوبه؟ منو از هر شانه جاری بودن خوبه؟ بچه داره خوبه؟ نه، اصلا آدم جاری داشته باشه خوبه، آدم از زن تک به سر بشه. اون آدم خاصیه. من میگم زن یه پرورشگاهی همش خیلی بهتره، نه؟ که هیچ کس نه بابا دق میکنی. بعضی وقتا تو اون آدم ها آدم با محبت پیدا میشه. نه آخه همه با مادر شوهراشون مشکل دارن. نه بابا نه. عجیبی من همیشه راجبه مادر شوهر رو دیدم که یه حس عجیب غریبی نسبت به پسراشون دارن که اصلا نمیفهمم یعنی چی. من پسر دارم از همین الان که 4 سالشه همون حس عجیب غریبی که ویدیو دارم. ولی مادر شوهر مادر شوهر خداییش. نه ولی مادر دخترها اینجوری نیستن. چرا مامانه من خوب اینجوریه؟ نه مامانه دخترها اصلا داماده رو خیلی دوست دارن، میدونی چی میگم؟ ولی معمولا بچه هم بحث رو میخواه باید جون مادر شوهرم جوی دارم بدیم. نه چی بگم؟ یه صحبت کردیم رجوعی یه چیزی دیگه ای.
آخه من دارید غذا میخوریم من بریم نه نه اون چیزی که شما میگید آقای بیرن خیلی قاعده کلیه و به نظر من در مورد آدم های مختلف تفاوتش خیلی زیاده حالا میخوایم بگیم یه ذره خوردیم الان خوش اخلاق رو میتونیم وارد بحث و ما صبر کردیم تا در ادامه صرف شام نظرات دوستان را نسبت به موضوع میل به دیده شدن در حرفه بازیگری بشنوید. میگم که آقای بیرنگ اون بحثی رو که شما عنوان کردین خیلی بحث خیلی زیادی چالش انگیزه. من فکر کنم نظرهای ما هم با هم کاملا متفاوت بود و اینکه اصولا نمیشه فرمول صادر کرد راجب آدم و در این مورد خیلی با هم فرق دارم. حالا بگید شما دوباره بحث اون به حال من فکر میکردم که کسایی که وارد حرفه بازیگری میشن یه روحیه خاص دارن. حالا اگه بهتون برمیخوره یه جوری روحیه دیده شده همه آدم ها دوست دارن دیده بشن ولی خب کسایی که بازیگر میشن یا میان جلوی دوربین خیلی بیشتر من بدن من خیلی موافقم. من واقعا این جزء دغدغه های زندگیم بوده. یعنی یادم مثالی که من راهنمایی دبیرستان میرفتم این مامانم رو میخواستم میگفتن که این بچه بهش محبت نمیگن. من بچه کوچیکم بودم خیلی زیادی بهم محبت میشد. خواهر برادر دوقلو داشتم که خیلی مثلا سالها منتظر بودن یه بچه کوچیک‌تر بیاد. خلاصه همین داستانا. ولی هی مامانم به من گفت تو چرا اینجوری می‌کنی؟ تو واسه چی کار می‌کنی؟ هی می‌خواستم بودن چرا بچه شما جلب توجه می‌کنه؟ ولی از یه جایی به بعد سرم بالا گرفتم گفتم آره این شاید تفاوت منه. من دوست دارم. من توجه آدما خوشحالم می‌کنه. هیچ بحث نیاز نیست. بر من اینجوری بود. ولی اینطوری هم نیست که وقتی توی جمعی کس دیگه مرکز توجه ناراحت بشم. این بحثا خیلی ظریفه. شما خودتون بهتر می‌دونین دیگه. خوشحال میشم که خودم باشم ولی اگه یکی دیگه هم بود اگه بامزه بود خب منم میگم چه خوبه. دیده شدن به نظر من برای من توی این مرحله دیگه کاملا یه امر عادیه. بعد از 17 سال کار حرفه‌ای که از اولش هم برای باز اولین سریال و فیلم ها شناخته شدم برای من زیاد چیز مجزا از زندگیم نیست. جزء زندگیمه دیگه. حالا ممکنه که بعضی بازیگرها خیلی دیده شدن و دوست داشته باشن و تا آخرش علاقه داشته باشن ولی بعضیا نه. این که خوبه یا بده نمیدونم. اگر کلی بخوام حرف بزنم باز مجبورم نظر خودم بگم. یه جایی مزاحم زندگیت میشه. یعنی یه جوری اون خصوصی بودن زندگیتو ازت میگیره. یه جایی شاید یه روز حوصله نداری، شاید دلت میخواد یه کاری بکنی که کسی نفهمه ولی همه خبردار میشن. میدونی چی میگم؟ و این خیلی به نظر من پیش میاد که این اتفاق بیفته. آره بخواهش هر سوست نادم بیشترم نمیدونم. مثلا اینه که میگی برای من به ندرت واسه من هم پیش اومده چون من خیلی زیاد حوصله دارم. یعنی خیلی زیاد حوصله دارم که ارتباط برقرار کنم ولی مثلا برای من هم پیش اومده. میگم خیلی به ندرت مثلا شده که بچه‌م مریض بوده، کوچیک بوده، مریض بوده، نصف شب مثلا با عجله تب خیلی زیاد داشته بغلش کردم بردمش بیمارستان بودو بودو با مهراب. خب وضعیت لباس پوشیدنم تو اون وضعیت درست نبوده و رسیدیم بیمارستان و توقع داشتم که تو اون وضعیت منو درک بکنن. میدونی تو اون وضعیت دیگه نیان سراغم بخوان سوال پیچم بکنن یا مثلا خیلی نگام بکنن چیز بکنن. میدونی تو اون حال واقعا دوست داشتم که دیده نمیشدم. خب بعضی وقتا یه اتفاق میفته که تو اصلا شوکه میشی. ما مکه بودیم بعد با مامانم سوپای کوچولو مثلا توی کاروان روی میز سرو میشه اینا. بعد اونجا یه چیزی هست که هم خوبه هم بده. همین که همه آدم ها فهم کنن اگه راجب تو حرف زدم بلافاصله بعد بیام بهت بگم و بعد تو میدونی تو فرهنگی بودیست یه دفعه میرین اصلا ما قضیم رو داشتیم میکنم بعد دوتا خانم هم تمام گفتن خانم راهنما ما رو حلال کنیم. ما گفتیم که این خانم اینقدر شعورش نمیرسه که سوپ و کاسه نمیخورم. اما موضوع بیشتر به سمت تبعات دیده شدن کشیده شد و بعد به خوردن سوپ با کاسه. بچه شما این همه تلویزیون این همه مثلا جاهایی چیز می واقعا خیلی خورده بودی؟ سوپ کوچیکو من اتفاقا اصول این کارم خیلی بند. تو سوپی که کوچیکه یعنی زر کاسه نیست و در شیکترین رستوران هم که بری اینه که یادت میدن چه مدلی کنم باشم تنگال اینجوری بوده وجوده میتونی سوپ های اینجوری بخوری مثل لیوان کوچیک. حالا اصلا مهم نیست اصلا بفرضین که من اشتباه کرده بودم ولی اصلا یعنی نمیدونی من مثلا تو یه ساعت دو ساعت فکر کنم که خب یعنی چی؟ مثلا من اگه آدم عادی هم بودم
آدمه میمد به می حرفو بزنه فکر نمی کنم. چرا نمیمد بهت بگه ولی راجعه فکر نمی کنم. و باز ما که در انتظار یک چالش بزرگ در ارتباط با نیاز به دیده شدن مانده بودیم. بچه به نظرم که یکم ما وظیفه داریم که وقت بذاریم واسه خیلی شعاریه ها. خیلی شعاریه ولی به نظرم واقعا وظیفه داریم وقت بذاریم. میدونی من راجع به چیش مشکل دارم؟ من شاید در مورد برای حکم نمیتونم ساده کنم برای در مورد خودم احساس وظیفه برای یه هستی شما میشه و مخاطبتونه باید وقت بذاریم. بازیگر دکتر نیست که دکتره؟ به نظر میاد که انگار دکتری که باید وقت بذاره. آره. به هر حال یا یه مسئول اجتماعی. محبت رو نمیشه بی جواب گذاشت آقای. محبت با وقت گذاشتن یه ذره فرق داره. بله. وقت گذاشتن رو من نمیفهمم. تو بس سر این بود که آدم باید وقت بذاره. در واقع موافق نیستم. مثلا اینه که فکر می‌کنم که ماها که گناهی نداریم که بازیگر مثلا این شغل رو داریم. بازیگر شدیم. من دلم میخواد مردم نه به خدا خارج از شوخی بعضی وقتا آدم احساس میکنه دوست داره مردم برای این خلوت آدم ارزش قائل باشن. ولی واقعا وقتی آدم ها این کار رو میکنن دارن به ما محبت میکنن. پس ما اون وظیفه داریم یه جوری جواب محبتاشون رو بدیم. چون همین مردم هستن که ما رو الان این آدمی که من هستم این مردم ساختن و منو اونا ساپورت میکنن. این برمیگرده به همون انتخاب آدم توی چارچوب زندگیش و فرم زندگیش. من واقعا نمیتونم خیلی واسه این موضوع وقت بذارم. منتها به جاش یه کار دیگه میکنم. من آنلاین ترین بازیگر ایرانم. یعنی تقریبا هم از طریق وبلاگم هم مثلا چون مقاله می‌نویسم کتاب می‌نویسم توی اینترنت نه مدیر برنامه دارم نه چیزی. بیشتر نامه‌های مخاطبامو خودم جواب میدم. مگه اینکه خیلی بحث خارج از دوری باشه. از نیاز به دیده شدن رسیدیم به وقت گذاشتن. حالا فکر میکنید به چه موضوعی میرسیم؟ من اگه یکی راجع بازیگریم انتقاد کنه ناراحت نمیشم. ولی اگه یکی بگه متنفرم که آدم نه نه هایم نمیخوام بگم بعدیشو نشیدی. میخوام بگم اگه یکی بهم بگه غذات خوب نبود ممکن رابطه هم باش به هم بزنم. برو خوشناس چه درمزه من بسرم بذاری ما راحت من مهرا بعد از 8 سال زندگی با من هر سال غذا رو میخوریم میگم خوب میگه آره آره عالی بود. یعنی اینکه ما باید به زور امتیاز بدیم؟ آقای بیرنگل خیلی با مزه بود یه دعوای علکی جور میکردیم و اینا هم مثلا چرا؟ نه آخه یادم این من وقتی دفت نه بابا مثلا هیجانش باز واقعیتش رو میگه. بعد مرغش مثلا مرغ من همیشه با پیاز یعنی اصلا تو تصورم نمیگنجه که مرغ بشه بدون پیاز درست کرد. ولی مثلا من گفت پیاز نزن به مرغ. من گفت من پیاز ندارم این تو. و به مثلا از تقریباً یک روز قبل گفت نمک بزن به مرغت بذار تو سبد و بذار این آب مرغ بره. قربونت برم قربونت برم اگه شکم طرف گشنه باشه چجوری میخوای با اندیشت صلح و دوستی رو بهش القا کنی؟ بره بیرون غذا بخور بعد بیاد با من حرفای صلح و دوستی. حالا بیرون غذا نه اتفاقا اینو میخوام بگم که حالا همیشه ما بعد آقایونو میگیم ولی همیشه آشپزای خوب اتفاقا خیلی از آقایون حرف برگفتن نداشتیم. همش میگه قرای شوهراتون میزنین که نه اون دلبریه دیگه تنازیه بلد نیستیم اینجوری. مامانم همیشه یه چیزی میگه چی زن و شوهر دعوا کنن ابلهان باور کنن یه همچیزی. آره اگه تو غذا نپزی خب یعنی توی خونه غذا پخته نشه میگن خانم خونه غذا نمیپزه نمیگن مرد خونه. و اگر که یه خانواده درآمد نداشته باشه هیچ کس نمیگه که ببین زن خونه نمیره کار بکنه پول بیاره تو خونه. میگن در صورتی که مثلا جاهای دیگه دنیا اگه امورات یه خانواده نگذره صرفا از چشم مرد اون خانواده نمیبینن. باورم نمیشه ولی این دوستای نزدیک من انقدر کلاسیک به زن بودن نه آخه ندارم این نگاه بهاره خیلی ممکنه چیز باشه ولی اون چیزی که تو میگی شاید مثلا چه میدونم یه مدینه فاضله حالا بخوایم فکر کنیم که شاید ولی آره نیست من اینو قبلا من کلا آدم رویایی بعدم اصلا نگاه کلاسیک اشکالی نداره نه اشکالی نداره و بالاخره بعد از ساعت‌ها بحث میرسیم به موضوع اصلی که دیگه فراموش کرده بودیم. هیچ وقت حس نکردم تو حتی میل به دیده شدن تو جمع داشته باشی داشتی میدار نه من بچه بچه نداشتم مثلا این حالت رو نداشتم. من اصلا بچه بودم که ببین من وقتی که بازیگر شدم از همه بیشتر مامانم شوکه شد
خوش میدین آقای بیرنگ؟ بله خوش میدین. اصلا میشتر مامانم شوکه شد، میگفت من اصلا فکر نمی کردم، یعنی آخرین کسی که میتونستم فکر کنم بازیگر بشه تو بودی. یعنی الان خوشحال نمیشی مردم نگات میکنم میشنم؟ خیلی دوست دارم ببین، ولی به این فکر نرفتم. باشه اگر دوست دارین در ناخودآگاهت میل به دیده شدن بود. باشه میل به دیده شدن که 100% هست. حالا اومدی جلوی دوربین ببینتت، برو آقا دوربین. و این هم نتیجه این که میل به دیده شدن در بازیگران ما وجود ندارد. احسن بر ما. من سعی کردم که یکم مفید و مختصر درست بکنم که چی هست؟ این کرم ژله. آره. یعنی که ژله‌ایه که به جای که با آب درست شه با ماست خامه‌ای و شیر پرچرب. و اما خانم‌ها بعد از کمی صحبت درباره دسر، بدون این که در طول شب با هم بحثی کرده باشند، تنها بحثی که کردن بحث کردن درباره موضوع بحث کردن. من با هیچ کس بحث نمی کنم. میدونی تو مصاحبت هم گفتی گفتی آره. که من در نهایت حتی ممکنه به طرف دروغ بگم ولی خوشحالش اینو دوست ندارم. میدونی یعنی اینو به عنوان ضعف تو خودم قبول دارم که وقتی که با یه نفر بحث میکنم جمله دوم تسلیم میشم. میدونی یعنی که آره خیلی من پشتت بازدادم تو بکشمش. حالا من میدونی چی، من تسلیم نمیشم ولی فکر میکنم که خب هر کسی عقیدش واسه خودش محترمه. من نباید خیلی آدمی رو بگیرم بگم همین چیزی که من میگم اون تو باید بپذیری. بعدم اینکه از اینی که من یه ذره فکر میکنم که هنوز توی فرهنگ ما بحث جا نیافتاده، یعنی تهش به این منجر میشه که مثلا تو از دست من ناراحت میشی و یه قهر طولانی به وجود میاد چون بارها این اتفاق افتاده. یه موقعی من خودم میبینم که نگاه میکنم میبینم هیچ لزومی نداره بحث کنم، برای اینکه آدمایی که دارن با من بحث میکنن قابل بحث نیستن. ببخشید که این حرفو میزنم. اول از اینکه اصلا از تعارف و اینا خوشم نمیاد خیلی، اصلا نمیفهم تعارف یعنی چی، مثلا وای این خیلی اینجوری، وای اصلا نیستم این مدلی. خب برام یه چیز مسخره است تعارف. بین رک بودن و بی‌ادبی یک خط خیلی نازک فاصله است. خیلی وقتا بحث کرده و بحث آخر سر به اینجا رسیده که یه سری از آدم ها از دستم ناراحت شدن و یه دوستی خیلی خوبمونم سر اون بحث به هم خورده. میگم برای اینکه خود من شاید ظرفیت اینو نداشته باشم که مثلا ازم انتقاد بشه، مثلا بهم بگم ما توی واقعا اینجا هیچ کس نمیتونه بپذیره که مثلا من نمیتونم مثلا که آره تو به من بگی که سحر مثلا تو اینجا اشتباه کردی. نه حتی و من پذیری یه لحظه بهش فکر کنی. آره. میدونی احساس میکنم انقدر همه شمشی رو از رو میبندن وقتی باهاشون بحث میکنی. خب این شما در مورد آدمایی که با هم دیگه مواجه میگن، ولی به نظر من یه آدم که کار هنری میکنه نمیدونم، این حرف یه آدم خیلی بزرگه که میگه که تاثیر میگیره از اتفاقات اجتماعی. من اصلا نمیفهمم که این روزا بعضی از همکارای ما نمیدونم شما هم اگه جزوش هستی که میگن که به ما مربوط نیست. به نظر بازیگر یه مصلح اجتماعیه؟ نه بازیگر در جایگاهی نیست که مصلح اجتماعی باشه، مگر اینکه رفته باشه یه تحصیلات و تحقیقات عجیب و غریب کرده باشه در مورد جامعه شناختی و مسائل مختلف تو جامعه. و اصلا به نظر من بازیگر نباید به قول معروف بره نخود هر آشی بشه. اصلا نمیتونم بفهم که آدم ها چرا نظرشون رو نمیگن و اینکه ما نظری نداریم یعنی چی نظر نشدن. مثلا والا به خدا سیب زمینی هم یه نظری داره شما بذارین جلوتون، بالاخره سیب زمینی ها با هم فرق دارن. اگه یه کسی توی شهرستان خیلی دور که حالا بر حسب تصادف دو تا کار منو دیده به من علاقه پیدا کرده به واسطه اون نقش ها مصاحبه منو بخونه و بیاد منو الگو قرار بده و یک در میلیارد اشتباه بره راهو، این به گردن من نیست؟ ولی در یه مواردی از آدم میبینه داره یه اشتباهی رخ میده، یا میبینه حضور اجتماعیش میتونه مؤثر باشه، به درد جوونا بخوره، به درد یه اجتماعی بخوره، بعد بگه نه من مثلا نمیخوام حرف بزنم. من با اون کسه مشکل دارم که میشینن شعار میدن، داد و بیداد میکنن، حاشیه سازی میکنن، خیلی کاره تا
پر سر صدا نمیخوام بگم واقعا میگم بعد در نهایت ببین پوچا هیچی ندارن میدونی اونا منو اذیت میکنن اونا آدمایی ان که نه من حاضرام باشون بحث کنم نه حاضرام پشت سرشون وایسم نه حاضرام تاییدشون کنم میگم من همیشه بحث کردم به من استرس میده زیاد دوست ندارم بحث بکنم میترسم در حقیقت از بحث کردن ولی واقعا به این نتیجه رسیدم که خب واقعا چرا نه یعنی که اگه بحث کردن به زندگی آدم کمک میکنه واقعا یکی از اون چیزایی که شاید لازمه واسه زندگی از این به بعد بحث میکنی؟ شاید بحث کنم ولی واقعا خیلی مقاومت میکنم فکر کنم که مثلا در حد دو سه تا جمله اصرار کنم میگم که باشه حق بشم مثلا اینو من نمیفهمم که وقتی با یه نفر بحث داری میکنی واقعا میخوای خودتو تخلیه کنی یا میخوای طرفو متقاعد بکنی یا میخوای در نهایت چه نتیجه بگیری چون دو نفر آدم که دارن با هم بحث میکنن اغلب اتفاقی که میفته اینه که این آدم حرف خودش میزنه اون آدم حرف خودش میزنه سه تا اینکه ببینن چی بتونه بگن ببین اون اسمش بحث ببخشید اینکه تو میگی محافظه‌کاری شقایق تو تو محافظه‌کار نیستی تو یه مقدار زیادیش ما این دو شب مگه چیکار کردیم؟ همه محافظه کاری کردیم به نظر آره من کردیم. ما این کارو کردیم و ما آقایان که هیچ وقت به مهمانی خانم‌ها در طول تاریخ دعوت نشده ایم متوجه شدیم خانم‌ها انسان‌هایی هستند عاقل، دانا، بیشتر محافظه کار موافق با هم که نقطه قوت دنیای زنانی آنهاست در مقابل دنیای مردان و متوجه شدیم خانم ها فقط با آقایان است که وارد بحث می شوند بسن خیلی بد خطم می بینیم بعدا خب والا گرون خریدی؟ یه نقطهشو جا انداختم میشه ناراحت نمیشین که مرسی حساب میکنم تو رو خدا بده یکی دیگه بنویسه یه بار دیگه اینو خب همین جوریش من خیلی بد خطم دیگه با ماژیک رو سفال مثلا ببینید چه افتضاحی میشه حالا تو که بدیم دیگه نه دیگه بدیم همشو بدیم یه ذرم فامیلی بازی و اینا بکنیم این دوتا این سه تا این چهار تا این پنج شیش هفت هشت نه ده هشت نه ده نو نه این یه دونهش مال خودم یادم نمیاد سه چهار پنج شیش نه بیشتر از این حرف رو میارزه هفت هشت من به شقایق عزیزم 80,000 تومن جایزه میدم یا امتیاز میدم حالا هر چی میخواین اسمشو بذارین به خاطر اینکه خیلی گرم و صمیمی بود خیلی دوست داشتنی مثل همیشه و به نظر من آشپز خیلی قابلیه دیگه انشالله که برنده بشه انشالله همشو دادم هیچی پول تو دستم نبود بالهای نامرئی منو میبینین بله مهربونیتونم دیدیم من خیلی مهربون نیستم وقتی آدم به میگم مهربون هرس میخورم با حالم بیشتر ما گفتیم هرس بخورید امتیاز خانم شقایق دهقان امشب شد 270,000 تومان که در مقایسه با خانم بهاره رهنما با 220,000 تومان در بالای جدول امتیازات قرار میگیرند. حتما تفاوتی است هموطن، حتما دنیای متفاوتی است بین دنیای من و
و دنیای تو، دنیای زنان و دنیای مردان. ساده انگاری است یکی کردن دنیاها، ساده اندیشی است انتظار بی تفاوتی که همه زیبایی سفره من و تو در تفاوت هاست که من و تو به دورش نشسته ایم، متفاوت اما همدل، اما همسفر زندگی. و این گونه است که دنیا زیبا می شود.